و نخوانیم کتابی که در آن باد نمیآید و نخوانیم کتابی که در آن یافته ها بی بعدند. سلام، من محسنم و این 17مین قسمت پادکست کتاب گرده. توی این پادکست سعی میکنم به آدم‌ها کتاب پیشنهاد بدم. توی هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و در مورد کتاب‌ها باهاش حرف میزنم. تلاش میکنم دنیای کتاب‌هاش رو بیشتر بشناسم، بفهمم کتاب‌های محبوبش چیه و چه کتاب‌هایی رو نصف و نیمه رها کرده. داستان کتابخون شدنش رو بشنوم و با عادت‌های کتابخونیش آشنا بشم. در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه بدم. امیدوارم لابلای این گپ و گفت‌ها بتونیم کتابای خوبی برای خوندن پیدا کنیم. امروزمون 40 سال توی دانشگاه‌های مختلف ایران محیط زیست و بومشناسی درس داده. بیش از 25 کتاب ترجمه کرده و سال 1384 برنده جایزه ملی محیط زیست ایران شده. بعد از سالها تدریس به این نتیجه رسید که برای اثرگذاری بیشتر به جای دانشجوها باید روی بچه‌ها سرمایه‌گذاری کنه. درس و دانشگاه رو رها کرد و رفت سراغ ساختن مدرسه طبیعت برای کودکان. عبدالحسین وهابزاده مهمون این قسمت کتاب گرده. توی این قسمت با آقای وهابزاده در مورد علاقش به محیط زیست و طبیعت حرف زدیم و اینکه چطور شد از تدریس توی دانشگاه به ایده ساخت مدرسه طبیعت رسید. قبل از شروع این قسمت میخوام یه توضیحی بدم. حدود 5 ماه پیش با چند تا از دوستای طبیعت گردم در مورد پادکست صحبت میکردم و بحث این شد که یه مهمون محیط زیستی رو هم به برنامه دعوت کنم. پیشنهادشون آقای وهابزاده بود، چون کتابخون‌ترین آدمی بود که توی اون حوزه میشناختن. این موضوع گوشه ذهنم مونده بود تا اینکه یکی از مخاطب‌های پادکست هم ایمیل زد و پیشنهاد داد که آقای وهابزاده رو به برنامه دعوت کنم. به همین خاطر این ماجرا رو جدی‌تر پیگیری کردم. آقای وهابزاده مشهد زندگی میکنه و قرار شد ضبط رو به شکل آنلاین انجام بدیم. روز ضبط سرعت اینترنت خیلی پایین بود و بعد از 40 دقیقه تلاش ضبط رو کنسل کردیم و برای بار دوم قرار گذاشتیم. اما باز هم سرعت اینترنت یه جاهای کند میشد و کیفیت صدا پایین می اومد. چند بار وسط ضبط مجبور شدیم دوباره از اول بگیریم. آقای وهابزاده هم با صبر و حوصله ما رو همراهی کرد. به همین خاطر این قسمت شاید از لحاظ کیفیت صدا و مدل اجرا شبیه بقیه قسمت‌ها نباشه. امیدوارم این قسمت رو با صبر و حوصله بیشتری بشنوید و از شنیدن حرف‌های جذاب و دلنشینش لذت ببرید. سلام آقای وهابزاده عزیز، خیلی خوش اومدید به پادکست کتابگرد. سلام قربان، منم خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. برای اینکه یکم شنونده‌های ما بیشتر با شما آشنا بشن، دوست داریم یه خورده در این مورد گپ بزنیم. شما فعالیت‌های زیادی تو حوزه محیط زیست داشتین، استاد دانشگاه بودین، بیش از 25 تا کتاب منتشر کردین و مدرسه طبیعت رو بنیانگذاری کردین. دوست دارم بدونم اصلاً چجوری خودتون با محیط زیست آشنا شدین و چطور اینقدر به محیط زیست علاقه‌مند شدین؟ والله این رشته سر دراز داره. من از هر وقت که یادم میاد یک آشنایی و یک علاقه، یک عشقی به طبیعت، به گیاه، به حیوان داشتم از بچگی. بچگی من سرشار بوده از تجربه طبیعت. تو کوچه باغ‌ها پرنده نگه می داشتم، دام می زاشتم، گنجشک می گرفتم، تیکمون داشتم که گنجشک می زدم. عرض بزرگتون که همه طور تعاملی رو با طبیعت داشتم. تا زمانی هم که دبیرستان رو تمام کردم به نظرم می اومد که من علاقم به اینه که یک کشاورز بشم و برای همینم با اینکه میتونستم مثلا دانشگاه‌های مثل پزشکی و دندان پزشکی اینا هم برم، ولی رفتم سراغ کشاورزی. بله، من یک سال هم قبول نشدم و بعد دوباره سال بعد کنکور دادم. اون موقع هر دانشکده کنکور جداگانه میگرفت. دوباره کنکور دادم و رفتم دانشکده کشاورزی اهواز. گمانم برای این بود که من میخوام در آینده یک کشاورز بشم، مزرعه داشته باشم، گاو و گوسفند داشته باشم، تراکتور داشته باشم و غیره. ولی سال سوم یه درس یک واحدی گرفتم به نام کنسرواسیون، درباره حفاظت. یه درس ساده با یک حجم کم، شاید 60-70 صفحه مطلب نبود. اونجا زندیات دکتر اسماعیل رستمی درباره این که طبیعت ما چیا دارن، چه حیات وحشی داریم، چه چیزهایی حیات وحشی ما رو تهدید میکنه، رودخانه های ما آلوده دارن میشن و ممکنه ماهی هامون در آینده دریای خزر دوام نیارن و این بحث بود. و من یه دفعه متوجه شدم که اصلا من کشاورزی نمیخواستم، من دنبال یه چنین چیزی بودم. و بنابراین رفتم بعد از اتمام دانشکده، رفتم با موضوع حفاظت، محیط زیست، حیات وحش. اون موقع حتی یک رشته جداگانه به نام بومشناسی هم مثلا در امریکا نبود. درس بومشناسی بود ولی رشتهش نبود. و من در صورت رفتم و چیزی در ارتباط با موضوع حیات وحش و حفاظت اونجا خوندم. شما نزدیک 40 سال استاد دانشگاه بودین و محیط زیست درس میدادین. چی شد که بعد از 40 سال رفتید سراغ کار با کودک؟ من محیط زیستم ولی با یک دستور کار متفاوت. یعنی من از اتمام، بعد از اتمام تحصیلات و برگشتن به ایران، گمان میکردم که من باید برم دانشکده درس بومشناسی و محیط زیست بدم و کارشناس محیط زیست تربیت کنم. تصورم این بود که اگر ما کارشناس محیط زیست بیشتری داشته باشیم، شاید در آینده محیط زیستمون بهتر بشه. و با این تصور سالیان سال درس دادم با شوق. من خیلی از وقتا دانشجوهای سر کلاسم بودن که اصلا دانشجوی من نبودن و می اومدن برای اینکه یک چیزی یاد بگیرن. ولی یواش یواش از یه زمانی به بعد متوجه شدم که دانشجو اون شوقی رو که در سالهای اول از خودشون نشون میدادن نشون نمیدن و این برای من خیلی دردناک بود. میخواستم ببینم که چرا اینطوری شده. خب در اولین متهمی که من در این زمینه میشناختم کنکور بود. آرام آرام ماهیت کنکور عوض شده بود. کنکور سراسری شده بود. دانشجو داوطلب میتونه 100 تا رشته رو بزنه و در بین این 100 تا هر کدوم رو که انتخاب شد بره سر کلاس بشینه. و من تصورم این بود که خب این که دانشجو با علاقش سر کلاس نخواهد آمد. یک بار یادمه که از یک کلاس درس محیط زیست تو دانشکده محیط زیست سوال کردم که بنویسین که محیط زیست گزینه چندمتون بوده و اونی که از همه به علاقش نزدیکتر بود گزینه 40 چندم بود. خب به نظرم می آمد که این هست علت اصلی که شور و شوق کم شده. ما که میخواستیم بریم دانشکده راه میافتادیم، چراغ برمی داشتیم و اون دانشکده مربوطه و مورد علاقه خودمون رو پیدا میکردیم. بنابراین به نظرم آمد که مشکل کنکوره. ولی خب من 25-6 سال هم در موقعی که دانشکده درس میدادم میرفتم و به این بچه هایی که در دبیرستان المپیاد استانی قبول شده بودن در خراسان و بعد میخواستم برم به کشوری، در 15 ساعتی خط زیست شناسی رو میگفتم و بعد میدیدم که اونجا هم علایق خیلی کمه. اونجا هم ما خودزنی داریم، خودکشی داریم، خودسوزی داریم، ترک تحصیل در شب کنکور داریم و سیل این بچه ها که باید به مشاور و روانپزشک مراجعه کنند. این رو بگم که من قبل از اینکه به دانشکده بیام و حتی برای ادامه تحصیل برم هم در دوره سربازی 2 سالی دبیرستان درس داده بودم و اونجا میدیدم که بچه‌ها چه شور و شوقی دارن. حالا قیاس میکردم به نتیجه میرسیدم که پس مشکل فقط مشکل کنکور نیست، مشکل به ما قبل کنکور برمیگرده، به دبیرستان هم برمیگرده. و خلاصه این رو دنبال کردم. بالاخره من متوجه شدم که مشکل از سیستم آموزش، از نظام آموزش کلاسیک ماست. ببینین ما هم مدرسه می رفتیم، ولی با اینکه مدرسه ما خیلی هم سخت بود، ما رو کتک می زدن، فلک می کردن. من یادمه که روز اولی که مدرسه وارد شدم، صحنه‌ای که دیدم این که 2 تا شاگرد رو دارن فلک می کنن. بنابراین به ما خیلی سخت میگذشت. اما مدرسه یه امر جدی نبود. ما 4-5 ساعتی می اومدیم مدرسه، یه چیزی میخوندیم و بعد میرفتیم. مشتیم مینوشتیم یا نمینوشتیم. من یادمه که هیچ وقت شبهای عید تکلیف نمینوشتم. میدونستم که روز 14 که برم یکی 2 تا ترکه کف دستم میزنن، ولی برام مهم نبود. میگفتم 14 روز نمیشه که تلف کرد. ما بازی میکردیم، ما از مدرسه در میرفتیم، ما برای خودمون رهایی داشتیم، ما تو کوچه بازی میکردیم، خونه هامون بزرگ بود. ولی الان اون روزی که من متوجه شدم که بچه های ما بیش از اندازه به درس بسته شدن، شروع کردم به مطالعه هرچی بیشتر در این زمینه و به این نتیجه رسیدم که اینها کودکی ندارن، اینا تجربه طبیعت ندارن، اینا فرصت این که با سنگ و خاک و آب و گل بازی کنن ندارن. من یادمه که برای گنجشگاه دام میذاشتم با سبد که اینا رو بگیرم و وقتی اینا به سبد نزدیک میشدن، من صدای قلبم انقدر سنگین بود، انقدر شدید بود که میشنیدم خودم. هنوز که هنوزه اون هیجانا رو بیاد دارم. اما تصور بکنین یه بچه‌ای که از 3 سالگی بذارنش مهد و بگن بشین توی اتاق نقاشی کن، از خط نزنه بیرون، بعدم 6 سالگی بفرستنش مدرسه، بعد دبیرستان، بعد دانشگاه و بخون و هیچ فرصت یلگی، بازی، ولگردی، سرخوشی نداشته باشه. من متوجه شدم که مشکل اصلی که ما در کلاس، در دانشکده دیگه علاقه نمیبینیم، اینه که ما به تدریج با یک نسلی روبرو میشیم که اینا بچه‌شون رو به قول دکتر افشین منش عزیز پاس نکردن، کودکی رو پاس نکردن. و بنابراین به این نتیجه رسیدم که اگر قرار محیط زیست ما براش اتفاق خوبی بیفته، نمیشه از دانشکده شروع کرد، باید رفت از بچگی شروع کرد، از کودکی شروع کرد. ما الان هم جوانهایی که بسیار علاقمند و عاشق طبیعتن داریم که اصلا در نسل ما سراغش نمیتونستیم بگیریم. مثلا ما عنکبوت شناس داریم، تو دهه 30 زندگیش یه کارشناس جهانیه، یا خزنده‌شناس، یا پرنده‌شناس و انواع و اقسام اینها. ولی وقتی بریم در زندگی اینا غور کنین، میبینین که اینا کودکی پروپیمانی داشتن. اینا یک مشت کوچکی هستن از کودکان ما، ولی خیلی بزرگ کودکان، کودکیشون در ارتباط با محیط بیرون، در ارتباط با طبیعت نمیگذره و ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. بنابراین من به این نتیجه رسیدم که ما آموزش میدیم، ولی این آموزش با یک عشقی توأم نیست. اگر عشق نباشه، آموزش تنها حرکتی ایجاد نمیکنه. آموزش خون نداره، نیرو نداره. نیرو از انگیزه میاد و انگیزه از کجا میاد؟ از تجربه کودکی. بدون اون تجربه کودکی پروپیمان در ارتباط با حیات وحش، در ارتباط با خاک، در ارتباط با بازی با کوخ و علف و کرم و غیره، در ارتباط با بالا رفتن از درخت، در ارتباط با خوابیدن در مهتابی، در ارتباط با شبمانی در بیرون، این عشق شکل نمیگیره. ممنون از توضیحی که دادین آقای وهابزاده. من توی مصاحبه که شما میدیدم یه اصطلاحی رو تعریف کردین به اسم فراموشی نسلی زیست محیطی. دوست دارم حالا یه بار میتونیم خود این اصطلاح رو دوباره تعریف بکنیم و اینکه برای اینکه این فراموشی اتفاق نیفته بین نسل‌ها با نسل‌های آینده در مورد محیط زیست و طبیعت چیکار میشه کرد و شما چیکار میکنین؟ ببینین اگر ما 10 نفر ردیف شیم، 50 نفر ردیف شیم، اولی یه گلوله بزرگ که برف درست کنه و بده به دومی و دومی این یه مدت تو دستش نگه داره و بده به سومی و اون بده به چهارمی و الی آخر. به اون آخری چی میرسه؟ یه کوچولویه به اندازه مثلا یه مشت. اون تصورش از گلوله برفی شبیه به تصور اون اولی نیست. ما به لحاظ علمی میدونیم که اون چیزی رو که ما در کودکی تجربه میکنیم به عنوان طبیعت، اون معنای ماست برای شناخت طبیعت. و بعد اگر در بزرگسالی طبیعتی رو میبینیم که از اون شادابتر و سرزنده تر و متنوع تره، خب ما حس میکنیم که طبیعت بهبود پیدا کرده. اما اگر طبیعت از اون چیزی که ما کودکی تجربه کردیم فقیرتر، با تنوع کمتر باشه، حس ما اینه که طبیعت عقب نشسته. حالا در نظر بگیرین حاصلی با یک طبیعتی که سیر قهقرایی داره روبرو و اون رو به عنوان طبیعت بکر ادراک بکنه. خب اون چیزی رو که به نسل بعدی میده به مراتب پایینتر و پایینتر است و ما به یه زمانی میرسیم که تعریف ما از طبیعت بکر یک چیزی بسیار دور و بعید از اون چیزی که یه روزی بوده. یه مثال بزنم براتون. الان اگر بچه‌های ما، جوان‌های ما به یک صحرایی برن که پر از شقایق باشه، لذت میبرن و این رو به عنوان یک طبیعت زیبا میبینن. اما من به عنوان یک بومشناس میگم اون جایی که فقط شقایق در آمده یک زمین ویرانه. برای چی؟ برای اینکه شقایق در یه زمین سبز میشه که هیچ پوشش گیاهی دیگری نباشه، چون قدرت رقابت با بقیه نداره. لذا اگر ما یک زمین رو شخم زدیم، همه پوشش های طبیعیش از بین بردیم و مثلا تبدیلش کردیم به گندمزار، تو این میتونه تعداد زیاد شقایق باشه. اگر ما یک مرتع رو چروندیم و همه گیاهای خوراکیش رو دام چریده، حالا برای شقایق فرصت پیدا شده که چی بشه؟ که گسترش پیدا کنه. اما کودک ما که این ویرانه رو به عنوان طبیعت دیده، به نظرش هر وقت یک زمین پر از شقایق ببینه بسیار زیبا میاد. در چشم من بومشناس اون فقط یک ویرانه، برای که در من فراموش صورت نگرفته. اما در فرزندان ما با هر نسل این طبیعت عقب نشسته و اون چیزی که امروز رو میبینه اون از طبیعت بکر فاصله نجومی داره. میخواستم که حالا چی کار باید کرد، یعنی برای اینکه این فراموشی نسلی اتفاق نیفته یا اون اثراتش کمتر بشه، چه پیشنهادی دارین یا چه کاری میشه کرد؟ خودتون چی کار میکنین برای این قضیه؟ من فکر کنم جواب سوال اول دادم. بدون اینکه ما به بچه‌ها بپردازیم، بدون اینکه بچه‌ها رو دریابیم، بدون اینکه تجربه طبیعت رو برای کودکان فراهم کنیم، به هیچ وجه امکان نداره که ما با صحبت کردن با بزرگسالان، اون چیزی که من اسمش میذارم ذکر مصیبت زیست شناسی، زیست محیطی، امکان نداره ما بتونیم جلو فراموشی نسلی رو بگیریم. و دلیلی هم که من آمدم سراغ کودکان همین هست. ببینین منظور ما از تجربه طبیعت بودن یک در یک طبیعت بکر نیست. منظور ما اینه که کودکان تو محیط‌های بیرون در سبزه و گل با حیوان سرکار داشته باشن. اگر ما در کودکی برای این بچه‌ها یک خاطره فراموش نشدنی از بودن در طبیعت، از بازی با کرم و با حشره و از جمع کردن گل و از بودن در محیط آبازی و از رفتن بالا رفتن از درخت و امثال اون فراهم کردیم و بعد در بزرگسالی این عشق و این شور رو با آگاهی و با علم عجین کردیم، اون وقت میتونیم انتظار داشته باشیم که یک نسلی باشند، یک نسلی به بار آمده باشند که نسبت به طبیعتشون هم عشق دارن و هم آگاهی علمی دارن و میدونن چطوری اون رو حفاظت کنن. اما بدون اون تجربه طبیعت در کودکی ما هر اندازه آموزش بدیم به جایی نخواهیم رسید. ببینید من که رفتم دانشکده، ما در ایران نزدیک 50 سال پیش ما یک دانشکده محیط زیست نداشتیم، اما در اون زمان ما اداره حفاظت محیط زیست را انداختیم. رئیس این سازمان محیط زیست نخونده بوده، کارشناسانش محیط زیست نخونده بودن، کارمندانش از محیط زیست چیزی نمیدونستن. بعضی از اونها شکارچی بودن، بعضی از اونها شکارچی توبه کرده بودن، بعضی ها حتی شکارچی فعال بودن. ولی در اون زمان اینها آمدن مناطق چارگانه یه حفاظتی رو مثل پارک‌های ملی و پناهگاه‌های حیات وحش و غیره و غیره رو تأسیس کرد. کنوانسیون بین‌المللی حفاظت تالاب‌ها رو در رامسر نوشتن که امروز هر چه تالاب در دنیا حفاظت میشه تحت این کنوانسیون رامسره. قوانین محیط زیست نوشتن در حالی که خودشون محیط زیست نخونده بودن، اما یک وجه اشتراک داشتن، همشون یک کودکی پروپیمان از بودن در طبیعت داشتن، چه به عنوان شکارچی، چه به عنوان کوهنورد یا هر چیز دیگری. چی شده که ما امروز بعد از 50 سال در هر شهر بزرگ ایران یک دانشکده محیط زیست داریم؟ چندین هزار کارشناس محیط زیست بیکار داریم غیر از اونایی که شاغلند. و بعد محیط زیستمون دائما در حال پسروی است. من اون روزی که دانشکده رو ترک کردم به این نتیجه رسیدم که ما با پرورش کارشناس به تنهایی نمیتونیم محیط زیستمون رو نجات بدیم. ما اول باید عشق رو در بچه‌مون بپروریم، بعد به اونها آگاهی بدیم. و به همین دلیل به نظرم میاد که جوابش اینه که ابتدا باید رفت سراغ کودکان. مرسی از توضیحاتتون آقای وهابزاده. شما بیش از 25 تا کتاب بخوام در زمینه محیط زیست ترجمه کردین تا اونجایی که من گشتم توی اینترنت رو پیدا کردم. میخوام بدونم که اگر بخواید یکی از این کتاب‌ها رو پیشنهاد بدین برای شرایط امروزمون که آدم‌ها بخونن، کدوم کتابو پیشنهاد میدین؟ حالا که از 26 تا بیشتر هست، حالا بستگی به این داره که من به کی توصیه کنم. اگر که برای عامه مردم کنم از بین کتاب‌ها، من بهار خاموش توصیه. اگر برای دانشجوهای غیر بومشناس باشه که بخوان به موضوع بومشناسی یک آگاهی عمومی داشته باشن، من شناخت محیط زیست رو توصیه میکنم. من سوسیوبیولوژی رو، طراحی با طبیعت رو توصیه میکنم. برای اونهایی هم که میخوان ارتباط کودک با طبیعت رو بدونن، من کتاب کودک و طبیعت و طبیعت و کودک خردسال رو توصیه می‌کنم. الان دارین چه کتابی می‌خونید آقای وهابزاده خودتون؟ من در حال حاضر مشغول خوندن این تاریخ امیدبخش انسان هستم که 2 ترجمه‌اش به فارسی در اومده. من یه ترجمه اول رو خوندم که آقای سید حسینی و خانم تقی‌زاده ترجمه کردن و الان در حال خوندن دومیش هستم که آقای مزدای موحد ترجمه کرد. بسیار کتاب با ارزشی. دارم 2 تاشو با هم مقایسه میکنم ببینم کدومش بهتر هست. خودتون چجوری اصلا به کتاب خوندن علاقه‌مند شدین؟ داستان کتاب خون شدن خودتون رو میخوام بشنوم. ولی من اولا اصلا یه خوره کتاب نیستم و تا یک کتابی رو به اندازه کافی دربارش نشنیده باشم و ندونم که کتابیه که وقتم تلف نخواهد شد سراغش نمیرم. بخش عمده وقت من صرف خوندن کتاب‌های علمی یا کتاب‌های علمی برای عموم میشه که ببینم آیا چیزی از اینا برای توصیه کردن، برای ترویج کردن هست یا نیست. ولی به طور کلی میتونم بگم که من یه آدم خیلی کتابخون به قول شما خوره کتاب نیستم. آیا عادت کتابخونی خاصی هم دارین؟ نه. فقط باید یه جایی بشینم که چرتم نگیره دیگه، چون من خیلی نیستم زود خوابم میگیره. اگه بخواین سه تا کتاب مورد علاقه خودتون رو که دوست دارین پیشنهاد بدین همه بخونن، یعنی کتاب عام باشه در واقع، سه تا کتابی که خوندین دوست دارین میگه آقا ای کاش این کتابو همه بخونن، سه تا کتاب پیشنهاد بدین، اون سه تا کتاب چیه؟ اگه میشه یکی یکی بگین، یعنی مثلا این کتابه و دلیل اینکه پیشنهاد میدین این کتاب رو چیه؟ بله، اولیش کتاب ساعت ساز نابینا. در واقع داوکینز درباره این صحبت میکنه که ما وقتی به طبیعت نگاه میکنیم، طبیعت به نظرمون بسیار پیچیده و عجیب و غریب میاد و ما نمیدونیم که این چطوری این پیچیدگی عجیب و غریب شکل گرفته. داوکینز در این کتاب اون رو توضیح میده به شیوایی برای عامه مردم. دومین کتابی که توصیه میکنم کتاب یاد جنگل دور هست، مال اوریان، ترجمه آقای کاوه فیضاللهی. در این کتاب اوریان سعی میکنه که نشون بده ما پیشینه تکاملیمون از کجا میاد. بس کهنسالی ما مردمان، رؤیاهای ما خاطراتی است که از گرگومیش باغ بهشت به یادگار مانده است. با چنین شعری در واقع میگه که ما خاطراتمون خاطرات خیلی دوره و اوریان در این کتاب یاد جنگل دور سعی میکنه که نشون بده که علائم امروز ها، زیباشناسی ما، ترس های ما، عرض به حضورتون حراس هامون، میلمون به چیزهای مختلف، حتی ذائقمون به غذاها تحت تاثیر پیشینه تکاملی ما در دورانی است که عمدتاً ما شکارچی گردآورنده بود. و او در این کتاب اینها رو به شیوایی توصیف می‌کنه. و بالاخره کتاب سومی رو که پیشنهاد می‌کنم در ارتباط با تربیت کودکان و موضوع رابطهشون با طبیعت هست. کتابی به اسم باغبان و نجار به ترجمه خانم مریم برومندی، مال الیستون گوفنی، که او در این کتاب صحبت از این میکنه که ما وظیفه نداریم که مثل یک نجار که از یک چوب مرده یک صندلی بیرون نکشه، از کودکانمون اون چیزی رو که میل ماست بیرون بکشیم، بلکه ما باید شبیه یک بابان عمل کنیم که فقط بستر فراهم میکنه، خاک مناسب، آب مناسب و مراقبت میکنه تا گل استعدادهای ذاتی خودش رو شکوفا بکنه. بنابراین توصیهش اینه که ما به جای اینکه در ارتباط با کودکان ما نجار باشیم، باغبان باشیم. خیلی هم عالی. از بین این کتابایی که گفتیم فکر کنم من فقط ساعت ساز نابینا رو خوندم، حتی کتاب چند تا کتاب دیگه از داوکینز خوندم، ولی اون کتاب واقعا جالب بود به نظرم. حالا بقیه‌اش هم علامت می‌زنم که برام بخونم، یادم بمونه اینجا بنویسم که برام بخونم اونا رو. این دو تای دیگر رو هم نشر نو منتشر کرده. نشر نو منتشر کرده. حتما جالب میشه اونا. بله. خب بله. حالا توی این قسمت من میخوام بهتون کتاب پیشنهاد بدم. من سه تا کتاب پیشنهاد میدم، توضیح میدم هر کدوم از کتاب ها رو و شما یکی از این کتاب ها رو انتخاب کنین که من اون رو بهتون هدیه بدم. برای اینکه بتونم این کتاب ها رو پیشنهاد بدم، سعی کردم یه سری معیار در بیارم. اولیش این بود که میدونستم شما متولد سبزوارین و به تاریخ و فرهنگ خراسان علاقه‌مندین، پس سعی کردم یک کتاب پیشنهاد بدم که به این حوزه مربوط باشه. و دومیش کتابی که به محیط زیست و حیات وحش حتما ارتباط داشته باشه. اگه موافقین بریم سراغ پیشنهادام. خواهش می‌کنم. کتاب اولی که میخوام پیشنهاد بدم دومین رمان بلند دنیاست که نوشتنش 15 سال طول کشیده. 2 سال هم برای ممیزی توی حتما کلیدر هست. تا آخرش رو میخواستم بخونم آقای وهابزاده دیگه لو رفت. من لذت بسیار ازش بردم. بله لذت بسیار ازش بردم، حتی در جاهایی با شخصیتاش همدلی کردم، گریستم و بسیار تاثیرگذار بوده روی من. آره من هنوز شروع نکردم شما حد زدی، من اصلا تازه کلی میخواستم توضیح بدم ماجراهاش چیه و اینا. خب که خودتون گفتین دیگه. بخونم بقیه‌اشو براتون یا نه؟ بقیه که دیگه فکر کنم فایده نداره دیگه. بریم واسه سراغ کتاب دوم. نه بفرمایید. میریم سراغ کتاب دوم. امیدوارم این یکی رو دیگه به سرعت اصل نزنیم. تا آخرش بریم. جرالد نویسنده این کتاب طبیعت شناس، برنامه‌ساز تلویزیون و نویسنده انگلیسیه که توی زمینه حفاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی هم فعالیت می‌کرد. وقتی 10 سالش بود همراه خانوادهش به جزیره کورفو توی یونان میره و از سال 1935 تا 1939 توی این جزیره زندگی میکنه. جرالد خاطرات 5 سال زندگیش توی این جزیره رو به زبانی طنزآمیز روایت میکنه. توی تمام روایت‌هاش حیوان‌های جزیره هم حضور دارن. در واقع به این بهونه ما رو با بافت جانوری این جزیره آشنا میکنه. این کتاب بعد از انتشارش تبدیل شد به یکی از پرفروشترین کتاب‌های کشور انگلیس. تلاش‌های جرالد برای حفاظت از حیات وحش در اون سالها مشوق و الهام بخش نسل بزرگی از طبیعت‌شناس‌های بعد از خودش بود. این کتابی که دارم پیشنهاد میدم نسخه صوتی این کتاب در واقع. این رو تونستین حدس بزنین آیه وهابزاده؟ چی فرمودین؟ این رو تونستین حدس بزنین؟ نه نتونستم حدس بزنم. خب پس خدا رو شکر یکی رو نخونده بودیم فکر کنم. اسمش احتمالاً ممکنه مال دیوید اتنبرو باشه ولی حدس نمیتونم. نه مال اتنبرو نیست. این اسمش هست خانواده من و بقیه حیوانات. ترجمه گلی امامی، نشر چشمه منتشرش کرده که با صدای میلاد فتوحی در واقع این کتاب خونده شده. درست. خب پس اینجا من یه گزینه دارم حداقل. بریم سراغ کتاب سوم. موافقید؟ بله بله. جرالد نویسنده این کتاب از 7 سالگی به پرنده ها علاقه داشت و 40 سال روی پرنده های جنگل های استوایی گینه‌ینو مطالعه کرده. دکتراش رو تو رشته فیزیولوژی از دانشگاه کمبریج گرفته و بیش از 12 سال به عنوان یکی از مدیران صندوق جهانی حیات وحش فعالیت کرده. بله دایاموند هست، جار دایاموند. آره خب این کتابه بذار خود جرات هست بگم هنوز کتابش رو نمیدونین. علاوه بر فعالیتاش توی حوزه محیط زیست شهرت زیادی هم به خاطر نوشتن کتاب‌های علمی به زبان عام داره. سال 1997 برای کتاب اسلحه میکروب فولاد برنده جایزه پولیتزر کتاب‌های علمی شد. این کتابی که میخوام پیشنهاد بدم سال 2005 منتشر شده. جرالد توی این کتاب من کلابس. بله. درست فروپاشی در واقع ترجمه شده توی ایران به اسم چگونه آره فروپاشی چگونه جوامع راه فنا یا بقا را برمیگزینند. جرالد بله بسیار تاثیرگذاریه. خب دیگه. پس عملا من یه گزینه فقط برای پیشنهاد دارم دیگه، اون خانواده من و بقیه حیوانات میمونه فقط. بله بله خیلی متشکرم، خوشحال خواهم شد. ایول. به عنوان آخرین سوال آقای وهابزاده، اگر بخواید فلسفه و نوع نگاهتون به زندگی رو توی یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنید اون چیه؟ من به یک نیم بیتی از یه شعر سهراب اتکا میکنم که توی کانال تلگرامی خودم آمده و اینکه و نخوانیم کتابی که در آن باد نمیآید و نخوانیم کتابی که در آن یاخته ها بی بعدن. خیلی قشنگ بود. مرسی آقای وهابزاده. میدونم خیلی سخت بود این گفتگو، هی یه بار اومدیم ضبط کنیم نشد، ولی به هر زحمتی بود موفق شدیم برای کیفیت صدای کم و زیادی این گفتگو رو انجام بدیم. ممنون از وقتی که در اختیارمون گذاشتین و به پادکست کتاب گرد اومدید. خواهش می‌کنم، اختیار خیلی خوشحال شدم. منم همینطور. ممنون از لطفتون. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ. خداحافظ. تو بخش پایانی قسمت 16 یه جایی اشتباهی گفتم آنتونی رابینز نقش دکتر ساکس رو بازی کرده که درستش رابین ویلیامز بود. برای پایان این قسمت موسیقی تیتراژ مستند هیومن رو انتخاب کردم که آهنگسازیش رو کارن همایونفر انجام داده و سالار عقیلی آوازش رو خونده. یان آرتوس برتراند کارگردان این مستند یه فعال محیط زیستیه که سال 2009 مستند هوم یا خانه رو ساخت. توی اون مستند تنوع حیات روی زمین و خطری که بشر رو تهدید میکرد نشون میداد. سال 2015 مستند هیومن یا بشریت رو ساخت که تنوع انسان‌ها و داستان‌های زندگیشون رو نشون میده. داستان‌هایی از جنس عشق، شادی، تنفر و مرگ. برای این کار با 2000 تا آدم از 60 کشور مختلف مصاحبه کرده. این فیلم اولین فیلمیه که توی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نمایش در اومده و از اون فیلماییه که دوست دارم پیشنهاد بدم همه ببینن. تنها راه ارتباطی عمومی که با آقای وهابزاده پیدا کردم یک کانال تلگرامی بود که اونجا تجربه‌های مدرسه طبیعت رو به اشتراک میذاره. آدرس کانال تلگرام و اسم کتاب‌های این قسمت رو توی بخش توضیحات میتونید پیدا کنید. کتاب گرد هر یه هفته در میون سه‌شنبه‌ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاقچه، حامی پادکست کتاب گرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش. ای روز برا که ذره ها رقص کنند، آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند، جان ها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند، در گوش تو گویم که کجا رقص کنم. هر ذره که در هوا در همون است، نیکو نگرش که همچو ما مفتون است. هر ذره اگر خوش است اگر محزون است، سرگشته خورشید خوش بی